سلام دوستان روزتون به خیر باشه روز گذشته رهبر انقلاب صحبت هایی رو درباره فایل صوتی محمد جواد ظریف مطرح کرده این صحبت ها با واکنش های اصلی کاربرهای های اجتماعی همراه بوده اگر موافق باشید بدون مقدمه بریم واکنش کاربرهای شبکه های اجتماعی این صحبت ها رو با هم دیگه بررسی کنیم من اول متن توییتی که دفتر رهبری در توییتر ارسال کرده برای شما می‌خونم متن توییت این هست در هیچ جای دنیا سیاست خارجی در وزارت خارجی تعیین نمیشود تعیین سیاست خارجی در همه جا مربوط به مجامع بالادستی است و وزارت خارجه موجی است در کشور ما هم سیاست خارجی از شورای عالی امنیت ملی که همه مسئولان در آنجا حضور دارند تصمیم گیری می شود و وزارت خارجه باید سی آن را پیش ببرد میگه اون چیزی که در کشور ما وزارت خارجه باید اجرا بکنه چیزی هست که شورای عالی امنیت ملی میگه وزارت خارجه اجازه سر خود تصمیم گیری بکنه برنامه‌ریزی بکنه که چه چیزی رو میخواد تحت عنوان سیاست خارجی پیش ببره و چیزی هست که در همه دنیا بر اساس همین دستور عمل داره اجرا میشه حجت الله عبدالملکی پاسخی رو به همین توییت نوشته من از روی مت میخونم ایشون نوشته که وزرای امور خارجی جمهوری اسلامی همه میدانستند که سیاست خارجی در مجامع بالادستی تعیین می شود و آنها موجی هستند مسئله در مورد جناب ظریف این است که ایشان اولین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بوده که سیاست خارجی نظام را از ابتدا قبول نداشت عجبا از آن انتخاب و آن رأی اعتماد یکی دیگه از توییت ها رو برای شما میخونم گفته که نکته مقفول مانده از حرفای رهبری آنجاست که گفت وزارت خارجی باید مجری باشد نگفت که مجری هست یعنی مجری نیست یعنی نبوده یعنی همون که ظریف توی صد گفت داره اشاره میکنه به اینکه رهبری در صحبت خوش از واژه باید باشد استفاده کرده دقیقا جمله که شما باید باشد هست میگه باید مجری باشه و خیلی ها اینطور برداشت کردن که داره غیر مستقیم میگه که همون مجری هم که ما انتظار داشتیم رو دستگاه دیپلماسی نتونسته محقق بکنه البته این جمله هست که رهبری در سال گذشته بارها تکرار کرده و یک جمله معروفی از ایشون هست که خط قرمزهایی رو من تعریف کرده بودم و این خط قرمزها در مذاکراتی که صورت گرفته رعایت نشده یکی دیگه از توییت ها رو با هم بخونیم یک یکی دیگه از کاربرها نوشته ظریف باور و تحلیل خودش رو گفت در بیان هم صریح بود ولی نمیخواست الان اینها رو بگه اما وقتی باور غلط و تحلیل خطا یعنی این صد پخش میشه نباید چشم پوشی کرد و امشب تفکر ظریف با تندترین نقد های رهبری روبرو شد اونی که زوت اونی که صوت ظریف رو داد بیرون قاتل زندگی سیاسی ظریف بود اشاره کرده به اینکه بعد از این فایل صوتی محمد ظریف با یک مرگ سیاسی رو, رو خواهد شد بریم توییت بعدی رو هم بخونیم گفته که منش رهبری این بود که از اعتبار خود خرج کارگزاران نامرد میکرد تا مردم آگاه شوند مگر در جایی که امنیت ملی به خطر بیفتد خطاب قرار دادن احمق یا خائن برای آن غریقه استخ که میخواست خل اصطلاحمون کند این فکر کنم اشارهش به اون سخنرانی رهبری که در پاسخ به جمله دنیای فردا دنیای گفتمان هاست دنیای موشک است یک پاسخی رو رهبری به این جمله آقای هاشمی داده بود گفته بود که کسی که اینو میگه یا خائنه یا به صلاح حضور ذهن ندارم فکر میکنم گفته بود که کسی که داره حرف دشمن رو میزنه عامل دشمنه و اشاره این توییت به همون جمله است یه بار دیگه میخونم بخششو گفته که خطاب قرار دادن احمق یا خائن برای آن غریق استخ که میخواست خل اصلاحمان کند از همین اون است و حالا هم ظریف چقدر دلچسب بود قیام بدون تعارف فرمانده برای دفاع از سرباز شهیدش اینم در آن خوش خیلی جالبه یعنی سراحتی که رهبری و و رسما اومد بدون تعارف دفاع کرد از فرمانده شهید و حاج سلیمانی و خیلی سریح پاسخ داد دو به اون چیزهایی که جواد ظریف گفته بود اینم از جمله چیزهایی بوده که کاربرها خیلی بهش اشاره کردن توییت بعدی رو شما می‌کنم این توییتی است که حمید رسایی ارسال کرده نوشته که میشه آدم خودش رو نفهمیدم بزنه با همه هشدارهای رهبری نسبت به نتیجه مذاکرات وقتی برجام را تحمیل کردن رهبری انقلاب برای آن شرط گذاشتن ولی به شروط عمل نشد وزارت خارجه باید مجری سیاست های باشه ولی گاهی نیست یا به دلیل خیانت یا به دلیل ناتوانی حالا شما بگید دلیلش چی بوده داره میگه که این رخداد هایی که در وزارت خارجه شاهدش هستیم به دلیل خیانت بوده یا به دلیل ناتوانی نمیدونم شما نظر بدید خیانت بوده یا ناتوانی بریم توییت بعدی رو با هم بخونیم نوشته که حجت تمام است خطای بزرگ تکرار حرفای خسمانه دشمن بخشودنی نیست پایان ظریف پایان ظریف و خطای بزرگم هم دو تا از هشتگ هایی بوده که از دیروز در توییتر خیلی کاربرها روش تولید محتوا کردن و حرفای بسیار بسیار سریعی زده بودن نظراتشون رو گفته بودن آقای ظریف الان وقتی درباره فایل صوتی صحبت می‌کنه میگم من نظراتم گفتم کاربرها هم نظراتشون رو گفتم پیشنهاد می‌کنم ظریف یه بار حتما نظرات کاربرها رو بخونن ببینن که اونها نسبت به این فایل صوتی چه نگاهی داشتن توییت بعدی رو همشون کردن توییت رو سید محمود رضوی فرستاده نوشته که اتاق فکر غربگرها با انتشار فایل ظریف داستانی با پایان باز سرای کردند که حتی فکرش را نمی‌کردن تبدیل به پایان ظریف شود تا دیروز میگفتیم ما به حاج قاسم حساسیم امروز همه دیدن که آقای ما بیشتر از همه ما به مرد میدان حساس است این خیلی نکته جالبیه قبل از اینکه سخنرانی آیت الله خامنه‌ای شروع بشه تقریبا 24 ساعت قبلش ایشون شما کنم یک تایمری رو سایت ایشون در اینستاگرام میاد میگذاره توی استوری هاش تحت این که مثلا 24 ساعت مونده تا سخنرانی مهم رهبری تیترش هم این بوده 24 ساعت تا سخنرانی مهم رهبری و خب خیلی برای همه عجیب بود از دو تا جهت یک اولین بار بود که پیج اینستاگرام رهبری از تایمر استفاده کرد سخنرانی ایشون قبلا شاهده ای نبودیم دوم اینکه از واژه سخنرانی مهم استفاده رو مشخص به یه چیز خیلی مهمی قرار هست این سخنرانی گفته بشه و اینکه در اون سخنرانی به دفاع از فرمانده شهید فرداخته میشه نکته هست که کاربرها بهش اشاره کن این هم یکی از جالب ترین توییت هایی هست که من از دیروز دیدم متن شورایتون میخونم گفته که رهبر دو تا نقطه سیاست خارجی شورای عالی امنیت ملی که همه مسئولین حضور دارن تصمیم گیری می شود و وزارت خارجه باید آن را پیش ببرد حالا اومده اسم برده که ببینیم این شورای عالی امنیت ملی که رهبر میگه اونجا تصمیم گیری میشه کیان من یه نکته داخل پنجز بگم اینا چرا تمرکز کردن روی این بخش از صحبت رهبری بعد از اینکه رهبری اومد یک تذکر داد به جواد ظریف و تأکید کرد برای که این حرفایی که تو در میزنی حرف دشمنه تو داری چیزایی رو میگی که دشمن تا الان گفته بود بعضیا ممکنه الان در بین دوستان بگیم که خب مگه چی گفته که این حرف رهبری میزنه من پیشنهاد کل سه ساعت رو گوش بدید حتماً ولی به طور خلاصه یک نمونه واضحش رو بخوام برای شما بگم اینه برخی فعالان رسانه‌ای که قبلا در ایران حامی یک رسان... حامی یک حزب بودن اینا بلند شدن رفتن بی, بی سی فعال شدن بی, بی سی از سالهای پیش یک مستندی ساخت به نام مدافعان اسد در یک بخشی از سا... در یک بخشی از این فایل صوتی دقیقا مجری از آی ظریف میپرسه میگه که میگن اینا رفتن برای دفاع از اسد بعد آی ظریف اونجا اینو تکذیب نمیکنه میگه من چون اطلاع ندارم چیزی نمیگم خیلی جالبه این دقیقا حرفایی که رفقای اینها رفتن در بی بی سی مستندش رو ساختن تبعینش کردن برای افکار عمومی حالا آقایون اومدن در این فایل دارن بهش اشاره میکنن و دور نشیم از بس وقتی رهبری این تذکر داد به آقای ظریف فعالان رسانه همسو و دولت اومدن روی این تمرکز کردن که رهبری میگه وزارت خارجه فقط اجرا کننده است در نتیجه برجام پیشنهاد کیه؟ پیشنهاد خود رهبریه و برجام چیزیه که رهبری میخواسته اینا صرفا رفتن اجراش کردن که حالا کاربرها پاسخهایی دادن در انامه بهش خواهیم پرداخت این کاربر اومده به همین اشاری کرده گفته که وزارت اون باید اجرا کننده باشه اجرا کننده چیزی که از شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته میشه بعد گفته که حالا بریم بررسی بکنیم ببینیم اون موقعی که شورای عالی امنیت ملی به برجام میرسه و تصمیم میگیره که اینا برن به سمت برجام کیام عضو شورای عالی امنیت ملی بودن اسمها رو نوشته من دونه دونه میخونم روحانی لاریجانی آملی لاریجانی برادر رئیس سابق مجلس ظریف علوی وزیر اطلاعات نوبخت شمخانی سرلشکر فیروزاوادی رحمانی فضلی سردار جعفری سرلشکر صالحی سعید جلیلی گفته که اکثریت مطلق این اسمایی که من اشاره کردم هم همشون دولتی هن. در اون جلسه نشستن به این جنبندی رسیدن که این باید اجرا بشه و وزارت امور خارجه رفته چیزی را اجرا کرده که خاص شورای عالی امنیت ملی بوده که اکثر اعضاش دولتی بودن پاسخی بوده به کاربرهایی که میگفتن آی ظریف بر اساس گفته رهبری اجرا کننده بوده و اگر کاری انجام داده چیزی هست که حاکمیت ازش خواسته بریم توییت بعدی رو با هم بخونیم این کاربر نوشته که برجام مقصرش رهبریه پس چرا سکه هاشو دادیم به ظریف قهرمان دیپلماسی و امیر کبیر زمانش کردین باهاش سال 96 رای جمع کردین دیگران رو به خاطر مخالفت با برجام برچسب کاسب زدین چرا الان برای حفظ ظریف توی مذاکره و ادامه مذاکرات توی وین خودتون رو دارید میکشید بریم توییت بعدی رو ما هم بخونیم این تویت یک پاسخی است به تویتی که عباس عبدی منتشر کرده عباس عبدی هم نکته خاصی نگفته ماده به همین اشاره کرده که بر اساس صحبت رهبری ظریف کاری انجام نداده جز اجرای چیزی که حاکمت ازش خواسته خیلی جالبه تا دیروز تاکیدشون بر این بود که برجام یه گلی که ما رفتیم محقق کردیم ولی الان از دهنشون پریده بعد از صحبت رهبری فکر کردن یه چیزی بگن فرار کن رو جلو از دهنشون پریده میگن که این برجام خاص رهبریه و خب من خودم این یه سوالی تو زنمه اگر این برجام خوب بود که 8 سال ازش دفاع کردین که خب الان باید به جای این ها تشکر کنید از رهبری بگید که ممنون که این رو نوشتی که اینا برن اجرا بکنن اگر هم این برجام بعدی که نساتش میری به رهبری پس چرا تو این 8 سال ازش دفاع کردید بریم پاسخ این کاربر به آیه عباسبدی عبدی رو بخونیم گفته این انقدر برجام دم دستی و دور ریختن چرا بد نوشته گفته که اینقدر برجام دم دستی و دور ریختنی شده که اصلاح طلبها... ها دور افتادن دور افتادن فقط میگردن دنبال کسی که آها. بریم توییت این کاربر رو هم بخونیم نوشته که انقدر برجام دم دستی و دور ریختنی شده که اصلاح طلبها ها دور افتادن فقط میگردن دنبال کسی که مسئولیت برجام رو بندازن گردنش بریم توییت بعدی رو هم بررسی کنیم این هم در خودش جالبه علی واعظ یک توییت ارسال کرده علی واعظ عضو اندیشکده که از چند ماه قبل متن برجام رو نوشته بود متن برجام از چند ماه قبل روی خروجی این اندیشکده آمریکایی قرار گرفته بعد اینا میان ایران خود علی واعظ هم بلند میشه میره ایران در 28م اسفند ماه که یک دیداری دارن با هاشمی رفسنجانی بعد هم ریل گذاری انجام میشه میره به سمت برجام داستان مفصلی که الان اینجا نمیشه بشه شرکت کرد قبلا خیلی مفصل توضیح دادم این علی قبلا در فرزمون نمیکرد نظر بکنه چون رسما به عنوان سرجهاز آمریکایی ها شناخته می شد دیگه یک نیروی فارس زبانی که را خدمت میکنه به آمریکایی ها متاسفانه کاربرهای همسو دولت جلسات مختلفی رو برگزار کردن از کلاب هاوس بگیرید اومدن جلسه رو برگزار کردن این رو برشن آوردن در جلسه من ندیدم جایی از دنیا یک کسی که اومده خیانت کرده یک کسی که رفته در کنار دشمن شما ایستاده این رو وردارن بیارن بهش رسمیت بدن به هر جهت این آقا رو بهش رسمیت دادن این هم الان خیلی بلبل زبون شده در فضای فاز فضل زبان داره اظهار نظر میکنه نوشته که اشاره کرده به صحبت رهبری گفته اگر وزارت خارجه فقط مجری است پس چگونه برجام خسارت محض است بعد علی قل حکیم یک پاسخ رو بهش داده گفته چون مجری از شروط رهبری هم در برجام و هم در وین رد شده است اشاره کرده به اینکه خط قرمزهای رو رهبری تعریف کرده بود اینها هم در برجام و هم در وین ازش عبور کردن و به خاطر همین اون چیزی که در مقابل مردم ایران قرار گرفته متاسفانه یک خسارت محض دوستان یه نکته خندهدار رو دقت بکنید الان به رسید گفتم با شما در میون بذارم ما دو تا تقابل با آمریکایی ها داشتیم یه تقابل در منطقه بوده ما کاملا تقابل منطقی رو بردیم اگر ویدیویی که درباره حضور روس ها در سوریه منتشر کردم نگاه بکنید اونجا توضیح دادم خود روسیه بر این باور بود که نباید ورود کنه به سوریه روس ها گفتن اجماع جهانی و تاکید منطقه اینه که نظام سوریه باید عوض بشه و تکفیری ها به نتیجه میرسن در سوریه پس من بیام ورود بکنم به نتیجه نمیرسم روسیه به طور کامل به دلیل این نگاهی که داشت منفعلانه عمل میکرد در ماجرای سوریه در ابتدای بحران ایران اومد در این بحران پشت سر نظام حاکم ایستا در مقابل تکفیری و داعشی ها تمام قد پشت سر اینها ایستاد، تمام قد مقابل ها در نهایت چیزی که اتفاق افتاد آمریکایی ها بود در اون بحرانی که در سوریه افتاد ما دو تا تقابل داشتیم آمریکایی ها یک تقابل منطقه‌ای بوده ما برنده بودیم در این تقابل منطقه‌ای یک تقابل تقابلی بود در حوزه دیپلماسی اون چیزی که رخ داده این بوده که ما الان شاهد این هستیم که یک صنعت هسته‌ای هست که ما اون رو نداریم چرا نداریم چون در این دیالوگ هایی که رخ داده متاسفانه اون چیزی که خاص ما بوده اتفاق نیفتاده بریم توییت بعدی رو با هم بخونیم این توییت وید یامپور هست نوشتی که جناب ظریف بار دیگر بعد از بیانات رهبر انقلاب گفته حرفایش نظر شخصی و صادقانه بوده است یه نکته دیگر هم بگم خیلی جالبه آقای ظریف تقریبا هر اتفاق ساده که میافتاد توی این بازار زمانی گذشته فوراً یه استفا می نوشت. فورا میرفت قهر میکرد آقا من ناراحتم به این برخورده استفا میرسم حتی اگر یادتون باشه شب حضور بشار اسد در تهران هم که فضای رسانی موجش عوض شد در باره اینکه بشار اسد اومده تهران و دیدار کرده با مسئولان با مسئولان ایران همون شب آقای ظریف استفا داد یعنی میتونه سوای سفر سوش استفا بده همون شب استفا داد و فضای رسانه دنیا بر علیه ما عوض شد در دنیا دیگه کسی حضور بشار اسد در ایران صحبت نمیکرد درباره این صحبت که ایران یه وزیر خارجه داشته این بشار اسد که اومده ایران اون استفاده رفته فردا صبحش هم اگر یادتون باشه به محضی که موج خبری دنیا رو عوض کرد فضا رو کلا بر علیه منور مقاومت کرد ایشون اومد گفتش که نه حل شده مشکل و من دوباره به کارم برمیگردم خیلی جالبه این شخصی که بارها در بازه های زمانی مختلف استفاده ده الان از مردم تا رهبری همه دارن نقدش میکنن ولی فهمیده نباید استفاده ده. و این خیلی برای من عجیبه خیلی برای من قابل تحمل یک سنسوری در آقای ظریف وجود داره این بهش توضیح میده که تو کجاها باید احساساتی بشی دلت بشکنه ناراحت بشی استفا بدی کجاها باید تمام قد بیستی وسط میدان و کوتاه نگه بریم متن صحبت های وعید یامینپور رو هم بخونیم نوشته که جناب ظریف بار دیگر بعد از بیانات رهبر انقلاب گفته حرفهایش نظر شخصی و صادقانه بوده و فقط بابت سوء استفاده از آنها ابراز تاسف کرد است از ایشان باید پرسید آیا صادقانه است که کسی به راهبردهای کلان نظام در سیاست خارجی باور نداشته باشد ولی در جایگاه موجی آن سیاست ها قرار بگیرد این هم کنایه جالب بود که ولی یامپور مطرح کرده من توییت آخر رو شما میخونم گفته که تعابیر سنگین رهبر انقلاب علیه ظریف آقای ظریف طبق بیانات رهبر انقلاب حرفهای شما مایه تعجب مایه تاسف و بعضی حرفایتان تکرار حرفای آمریکا بود خطای بزرگی کردیم این بخشی از اظهار نظرهایی بود که در 24 ساعت گذشته پیرامون اظهار نظرهای پیرامون توییت جواد ظریف در رسانه ها منتشر شده تلاش کردم به طور خلاصه اون رو با شما دوستان عزیز در میون بگذارم شما هم نظرات خودتون درباره این ماجرا و این بحث ها رو در کامنت ها با ما در میون بگذارید منتظر پیام ارزشمند شما هستیم شبتون بخیر